این دیگه کیه؟ خب یادتونه گفتم دیگه میخوام مهربون بشم، من این پسر رو پیدا کردم که به نظر میرسید گم شده و به خودم گفتم میتونیم کمکش کنیم راه خونه‌اش رو پیدا کنه. دیوونه شدی؟ اگه یه قاتل سریالی باشه چی؟ یه آدم خطرناک. مامان اون 12 سالشه و از اونجایی که تو دست تو بکش پرنسگه. داشتم دکور جدید رو میچیندم که شما یهو اومدین. خب از اونجایی که میدونین ما قراره واقعنی بذاریم، برای واقعنی شما به یک خوراکی نیاز دارین و امروز اومدیم با قربانی هایی که خودم واسه بار اولی که قراره بخورمشون این حیوانه رو کردم تو قوطی و قراره که دونه دونه شونو براتون ASMR کنم. وای چقدر نرمه. وای خوب بو پاستیل می خواده چقدر گوگولیه. چند سالته تو؟ چند سالته؟ قربانی اول خروس جنگی. ما از کجا شروع کنیم؟ به نظرم از نوکش لباشو بخوریم بهتری. You no matter what bro I don't نم نم باله. یه پفک پف پفیایی بود شیبا داشتن، این دقیقا مثل همونه فقط با مزه پاستیل، مزه جوجه. بابا تو خوردی؟ صدای بابا مامان تو میشنوی از ته گلوم؟ تو هم یه بارو پیششون. خوش اومدیم به یه واقعنی دیگه. دو تا واقعنی پشت هم داریم. چرا؟ چون دارم سعی میکنم ایده بریزم واسه یه کانتنت های IRL. ایده اگه دارین ویدئوهای مثل 24 ساعت چالشی، ویدئوهایی که بلندشم برم بیرون یا تو خونه، حتی هر ایده ای دارین، هر چالشی که دارین تو کامنت ها واسه من بنویسین، کامنت های برتر رو میام صاف تو همون ویدئو میزنم که ازتون قدردانی کنم. امروز اومدیم دوباره با کانال مای استوری انیمیتد و یه داستان دیگه و امیدوارم که اسپارتان خوشتون بیاد و این ویدیو رو لایک کنین. من تصمیم گرفتم یه آدم خوب بشم و سفر باور نکردنی من. Oh my god. سلام به همگی، اسم من هوپ، لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. سلام امید. بچه‌های خوبی باشین. تئوس از این کدوهای قشنگ قشنگ بهتون میده. پس ویوها رو بالا ببرین و این زیرم کامنت یادتون نره. ویوها رو بالا ببرین، کامنت هم بذارین، ولی از این چیزا خبری نیست. بهتون موچی میدم. بایسته ببینم کدومتون. اوه مامانشون اینجاست. مامان خروسه. بایسته بوی علا انگوششمو کردم دلم خودم کسیفه مستحجنه. سالی که من کلاس پنجم بودم دنیا با برف سفید پوش شده بود. کلاس ما گرم و نرم بود، اما یه روز مدیر یه دختر جدید به اسم مایه رو آورد. اون خجالتی به نظر می‌رسید و لباساش هم کهنه. معلممون خانم آلبرت از همون خواست بهش خوش آمد بگیم، اما ما اکثرا ساکت موندیم. مایه نشست کنار من و لبخند زد، اما از اون انیمیشن خفناسا. بهترین دوستای من کندرو و سوفی بودن. ما کنار هم پچ‌پچ می‌کردیم و می‌خندیدیم. مایه یه بار سعی کرد با اسباب بازیش بهمون ملحق شه، اما ما نذاشتیم. ما درباره لباسای کهنه و اسباب بازی عجیبش پچ‌پچ می‌کردیم و می‌خندیدیم. نمی‌خواستیم باهاش بازی کنیم. وقتی بهار شد، وحشتناکی داشت. اسباب بازیش دیدیم؟ چیه تو پا وصل پا زنونه وصله بهش؟ زاردی کله نداره. فرایدی نایت پاگیر. پشمام یاده اون کارتون تو استوری یک فکر کنم بود. یه پسر دار دیوونه ای داشتن، خلا چل بود، اسباب بازیش هر کدوم به یه چیزی بس کرده بود. پشپش می‌کردیم و می‌خندیدیم. نمی‌خواستیم باهاش بازی کنیم. وقتی بهار شد، مایا یه پیرهن خوشگل پوشید، اما به نظر می‌رسید مال یکی دیگه است. یه روز اون تنهایی تنها بازی میکرد و به ما نگاه نمیکرد. این بار از همون نخواست باش بازی کنیم. اون پرید و پرید و پرید تا وقتی ما رفتیم داخل و یه روز مایه به مدرسه نیومد. اون روز صبح ما تو کلاس درباره مهربونی حرف زدیم. خانم آلبرت یه کاسه بزرگ روی میز گذاشت و با آب پرش کرد. ما همه جمع شدیم و دیدیم که اون یه سنگ کوچیک انداخت تو کاسه و موجای کوچیکی اطرافش به وجود اومد. مهربونی کردن اینطوریه، هر حرکت کوچیکی که انجام میدیم امواجی رو تو دنیا به وجود میاره. بله، ما در حالی که درباره کارهای مهربانانمون حرف میزدیم یه سنگ تو کاسه انداختیم. جوزف به مادر بزرگش کمک کرده بود، کندرا پوشک دادش کوچیکش رو عوض کرده بود و حتی اندروی مزاحم با آوردن کتابای معلم تا طبقه بالا. این گله مال توئه عزیزم. به جزئیات نه جز...
مثلا چرا با همچی چیتی بیارم وسط ویدیو؟ اینو بیش فعاله میشم بچه ها. تایم ویدیو که کم میشه تو 10 دقیقه کل انرژی مو باید بذارم سر 10 دقیقه اصلا پیش فعال میشم. خیلی جذابتره نه؟ پس حتما این ویدیو رو لایک. طبقه بالا کار خوبی کرده بود. من اونجا وایسادم و هیچ چیزی برای گفتن به ذهنم نرسید و سنگو به نفر بعدی دادم. مایا روز بعد یا روز بعدترش هم به مدرسه نیومد. من هر روز با امید اینکه مایا برگرده و بهم لبخند بزنه به مدرسه میرفتم. به خودم قول میدادم قهر بودی دیگه، به یه برتم نبود. الان چی میخوای ازش؟ دیگه روزیه که منم بهش لبخند میزدم. خانم آلبرت گفته بود هر مهربونی کل دنیا رو کمی بهتر میکنه، اما مایا هیچ وقت به مدرسه برنگشت. خانم آلبرت بهمون گفت اون مجبور شده نقل مکان کنه. من تنها به خونه برگشتم و در حالی که به لبخندی که نزدم و مهربونی که نکردم فکر میکردم، تو برکه سنگ پرت کردم و به امواجش نگاه کردم. مثل این بود که شانس مهربون بودن با مایا برای همیشه از دست رفته بود. اون روز وقتی تنهایی از مدرسه به خونه میرفتم، متوجه یه پسر شدم که تنهایی گوشه ایستاده بود و به نظر همیت که گم شده و سرگردونه. این پسره که اینجوریان اینا بوس نمیکنن. ما خیالمون از این پسر راحتی، نه داداشیان تو داغستانه باغنی. این پسر داداشیه. ای حالت خوبه؟ فکر کنم گم شدم، نمیتونم راه خونمون رو پیدا کنم. من به حرفای خانم آلبرت درباره مهربونی فکر کردم و تصمیم گرفتم بهش کمک کنم. میدونی چیه؟ میتونی بیای خونه ما، اونجا یه راهی پیدا میکنی. وای باورم نمیشه، خیلی ازت ممنونم. تو مالم اومد و حین راه رفتن شروع کردیم به حرف زدن. راستی من هوپم. من جیکم، از آشنایی باهات خوشبختم. می اومد و من به خودم گفتم خانواده پول دارم حتما خوشحال میشن به یه آدم نیازمند کمک کنن. خب نه دقیقاً. وقتی رسیدیم اونا وسط یه دعوا بودن و وقتی ما رو دیدن بلافاصله تمومش کردن. هوپ این دیگه کیه؟ خب یادتونه گفتم دیگه میخوام مهربون بشم. من این پسر رو پیدا کردم که به نظر میرسید گم شده و به خودم گفتم میتونیم کمکش کنیم راه خونه‌اش رو پیدا کنه. دیوونه شدی؟ اگه یه قاتل سریالی باشه چی؟ یه آدم خطرناک. مامان اون 12 سالشه و از اونجایی که دست تو بکش پدرسته. حالا که پیازدقش رو زیاد میکنیم میبرمش اتاق خودم. یا لجایک بیه بریم. دستشو گرفتم و بردمش طبقه بالا تو اتاق خودم. مامان عجب خودشیفته بود، حتی با اینکه بچه بودم کاملا میتونستم باطنشو ببینم. مثلا یه بار وقتی 6 سالم بود خیلی واسه یه روز بردن بچه‌ها به سر کار هیجان زده بودم. فکر میکردم مامانم دفتر بزرگشو بهم نشون میده، ولی نوچ. اون زیادی سرش کرمه درخشیده مثل اون زمان بود. من سعی کردم پا به پاش پیش برم، اما حتی بهم نگاهم نمیکرد، انگار نامرئی بودم. برای نهار تنهایی ساندویچ پنیر میخوردم که شنیدم رئیسش بهش میگه تو کارش عالیه و اون بهش گفت بچه‌ها فقط تو دست و پای منن. آخ این درد داشت. من درست اونجا نشسته بودم و اونطوری رفتار میکرد انگار من وجود نداشتم. این بدجوری به من آسیب زد. برای مامان کارش همه چیز بود و من جایی تو زندگی ایدئالش نداشتم. بچه رو واسه چی آوردین؟ از دستتون در رفت یا بادکنک ترکی؟ نه نمیترکه، پاره می... یه بوس بده تمومش کنیم این بحثو. و از اون روز به بعد دیگه مثل قبل بهش نگاه نمی کردم. اگه نمی خواست مثل مامانم رفتار کنه، منم اونطوری باهاش رفتار نمی کردم. اما تو اتاقم جک به این نکته یه اشاره کرد. نمی خوام بی ادبی کنم، اما یکی با مامان بچه‌ست نیستی، حتی با اینکه سعی داری مهربون‌تر باشی. خب زیپ دهنتو بکش، وگرنه تو بازی بعدی حسابتو میرسم. حالا بهم دسته بازی رو بده، بزن بریم. و اینطوری شد که من و جک دوست شدیم. اون تازه به این شهر اومده بود و وضع خوبی نداشت، واسه همین اون روز گم شده بود. مامان از اینکه ما با هم وقت میگذرونیم خوشش نمیومد، اما من نمیذاشتم این موضوع اذیتم کنه. زندگی به اون جالب‌تر بود و حس می‌کردم آدم بهتری ام. چند هفته بعد از بابا پرسیدم اگه چه جوری کنم مدرسه غیر انتفاعی ما بیاد. بابا همیشه منو پرنسس کوچولو صدا می‌کرد و هر کاری واسم می‌کرد، واسه همینم موافقت کرد. خب دوستای صمیمیم کندرا و سوفی اصلا تغییری نکرده بودن، اونا هنوزم خیلی بدجنس. منم اگه دختر دارشم واقعا همین میشه، واقعا همین میشه. حالا نه که خیلی دیگه لوس برش بیارم، شاید هم کتکش هم بزن. واقعا سمی کنم هر کاری بکنم عشق کنه، صفا کنه بودن. من جیکو ازشون قایم کرده بودم. من و جیک موافقت کرده بودیم که تو مدرسه شبیه غریبه ها با هم برخورد کنیم تا ببینیم باید چی کار کنیم. من اونقدر شجاع بشم که راحت باهاش دوست باشم. روزی که جیک به مدرسه اومد، کندرا و سوفی غافلگیرم کردن. اون جذابه رو ببین، به نظر فقیر میاد، ولی خدای من حاضرم بهش پول بدم تا دوستم بشه. بیا بهش پول بدیم، میتونه دوست هر دومون باشه. وقتی ما اومد نمیخواستیم باهاش دوست بشیم چون پول نداشت، اما این پسر به شدت هیجان زده این چون فقط خوش قیافه هست. خدایا تو چرا اینقدر درگیر این دختره مایایی؟ گوش کن سوفی، بیا یه کارو کن. پسر مثل من خیلی کراشه. استخدام کنیم تا این مایه رو واسه این دوستمون پیدا کنه تا اون فقط دیگه خفشه. با مزه بود، ولی جدی جیکو وارد این بازی مسخره‌تون نکنیم. صبر کن، از کجا اسمشو میدونی؟ وقتی معلم صداش میکرد شنیدم، ولی ولش کنیم به حال خودش. میدونی هوپ، حالا که اینقدر اصرار میکنی بیشتر دلم خواست باهاش حرف بزنم. بیا بریم سوفی. عالی شد، همینو کم داشتیم. اونا رفتن پیشش و بهش گفتن سلام جیک، تو تازه اومدی اینجا نه؟ ما فکر کردیم جالبی، میخوای با همون وقت بگذرونی؟
اون قبول کرد. اگه میذارین زیپ شلوار بعد باهاشون حرف بزنه. تا روزی بعد کندرا و سوفی از جیک خوششون گفتن سلام جیک، تو تازه اومدی اینجا؟ نه ما فکر کردیم جالبی، میخوای باهمون وقت بگذرونی؟ اون قبول کرد باهاشون حرف بزنه. تا روزی بعد کندرا و سوفی از جیک خوششون اومد. اونا میخواستن دوستشون باشن اما نقشه دیگه ای هم داشتن. اونا در ازای انجام چه نقشه ای میتونستن داشته باشن؟ سنشون زیره. حرف بزن، حرف بزن. کارا و تکالیفشون بهش پول میدادن. من سعی کردم بهش اخطار بدم که ارزشش خیلی بیشتر از اونیه که اینطوری ازش استفاده کنن، اما اون بهم گوش نمیکرد. اگه میخوای دست از کمک کردن بهشون بردارم، باید بهشون بگی ما دوستی. نمیدونستم چی بگم. من آماده خراب کردن چهرم و داشتن یه دوست فقیر نبودم، مخصوصا چون کندرا و سوفی کلی بهم میخندیدن. آره همین فکر رو میکردم. ازم فاصله گرفت و به کندرا و سوفی بیشتر نزدیک شد. اون رو شروع کردم بهش پول پیشینه بدن. ازم فاصله گرفت و به کندرا و سوفی بیشتر نزدیک شد. اون رو شروع کردم بهش پول پیشینه بدن. اون از من دورتر شد. دلم برای دوستم تنگ شده بود. بعد یه روز دیدم جیک کتاشون رو نگه داشته و مثل یه خدمتکار باهاش رفتار میشه. دیگه خسته شده بودم، بهش نزدیک شدم و کشوندمش یه کنار. چرا اینطوری میکنی؟ مگه عزت نفس نداری؟ پول میخوای؟ خب باشه من بهت پول میدم، فقط دیگه با اونا نگه. من مشکلی با کمک کردن به خوشگلترین و محبوبترین دخترهای مدرسه ندارم. حالا دیگه همه بهم احترام میذارن و فکر میکنن باحالم. همینطور نمیدونم چرا تو داری یه جوری رفتار میکنی انگار از اونا بهتری. خب چون هستم. تو ترجیح میدی ببینی اونا اینطوری با من رفتار میکنن به جای اینکه از دوست دفاع کنی؟ چون از دوست بودن با کسی مثل من زیادی خجالت میکشی. این چطور باعث میشه از اونا بهتر باشی؟ حداقل اونا با والدینشون خوش رفتارن، در حالی که تو با مادر بی‌ادبانه برخورد میکنی، از پدر مهربون سوء استفاده میکنی. چشمم چم شد ولی نمیتونستم حرف بزنم، پس با عصبانیت رفتم. اوزا پشیمام دیگه، همه چیزو زد تو صورتش. گاد دام. وقتی شب مامانم اومد تو اتاقم حتی بدترم شد. خب میخواستم طلاق بگیرم، وسایلمو جمع کردم و میخوام صبح برم. اومدم بگم اگه میخوای میتونی بیای با من زندگی کنی، هرچند فکر کنم میدونم جواب چی میتونه باشه. سکتیرت بابا، تو چی؟ کار داری همش؟ آره و از اونجایی که میدونی برو و درو پشت سرت ببند. پشمام کار داریم. رفت و من با عصبانیت تو بالشتم جیغ کشیدم اما نذاشتم اشکام جاری بشن. یه نفس عمیق کشیدم و تصمیم گرفتم کنترل اوضاع رو به دست بگیرم. فردا به اون عوضی درس درست و حسابی میدادم. وقتی صبح روز بعد جیک رو دیدم بهش گفتم جیک اگه گشتم با کندرا و سوفی رو تموم نکنی به بابا میگم دیگه پول مدرسه‌تو نده. چطوره؟ باشه خوبه، از کندرا و سوفی کمک میگیرم، اونا خیلی هم خوشحال میشن. دیگه لطفا برو، کار دارم. آره مثل لیست دادن کفشای کندرا. یهو با چشمای عصبانی و جدی نگاهم کرد. اون شونه هامو گرفت و یکم به عقب هولم داد. گوش کن هاب، اگه نمیدونی باید بگم که داری شبیه مزاحم رفتار میکنی. تهدید کردن دوستت برای این که فقط کاری که به نفع تو انجام بده خودخواهانه است. من بابت کاری که برام کردی ممنونم، اما الان دیگه لطفا با هم حرف نزن. هر وقت منو دیدی فقط جای دیگه رو نگاه کن. امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی. مرا دیدی سر بنداز پایین. همون یه حرکت بدی زده، هم این یه حرکت بدی زده. دو طرف دیگه انشام. اونم واقعا خجالت میکشیده، اینو اول آوردی تو مدرسه بعد خجالت میکشیده بگن دوستته. خب دیگه الانم تحویل بگیر. من شوکه اونجا ایستادم و بعد با عجله به دستشویی رفتم تا احساساتمو تخلیه کنم. وقتی رفتم اونجا دیدم که جو سوفی دارن حرف میزنن و میخندن. با عصبانیت گفتم هر دوتون گوش کنین، دیگه نباید با جیک مثل نوکرتون برخورد کنید. واو آروم باش دختر، ما اصلا اینطوری باهاش رفتار نکردیم. اون فقط یه پسر مهربونه که پیشنهاد کمک میده، اما بهش پول میدیم. آره که چی، اگه دوستی داشته باشه که پول نداشته باشه و کمک بخواد چرا که نه. تو بیخیال، هممون میدونیم شما آدمای مهربونی نیستین. آره اینو رد نمیکنیم، اما حداقل از اینکه با یه آدم فقیر دیده بشیم خجالت نمیکشیم، برعکس تو. از کجا میدونستین جیک دوست منه؟ خب واضحه که به جایی که اهمیت میدیم ما حتی فکر میکنیم روش کراشی. فقط با کسی که ازش خوشت میاد مهربون باش. ممکنه سخت باشه اما ما رو نگاه کن، میتونیم انجامش بدیم. اگه مهربون بودم با یه دوست به این معنیه که باهاش مثل یه خدمتکار رفتار کنی، پس من این نصیحت رو رد میکنم. و رفتم. هفته ها گذشت و من دیگه با جی کندرا و سوفی و مامان حرف نزدم. هرچند مامان دست از پیام دادن و دعوت کردنم به خونش برنداشته بود، اما من نادیدش گرفتم. یه روز صبح با حال به شدت بیماری بیدار شدم و نتونستم 4 روز به مدرسه برم. هیچکس دربارم نپرسید یا دلش برام تنگ نشد. من احساس ناراحتی و آسیب پذیری زیادی داشتم. نمیدونستم چی کار کنم، اما میدونستم باید با یکی حرف بزنم و دقیقا میدونستم با کی. من رفتم به خونه خانم آلبرت. اون از دیدنم غافلگیر شد و من همه چیزو بهش گفتم.
نمیفهمم، به یه فرد نیازمند کمک کردم و اون میخواد به افراد بدجنس باشه. وقتی بهش هشدار دادم بهم گفت دخالت نکنم و حالا افراد بدجنس کسایی هستن که منو نصیحت میکنن که آدم خوبی باشم. دقیقا چطور این اتفاق افتاد ها؟ عزیزم کمکش کردی و کار خوبیه، اما میخوای تحت قوانین خودت بهش کمک کنی و مهربونی اینجوری نیست. میخوای تو سلطه خودت نگه داری. من دیگه مهربونی کردم، توقع داری مهربونی که توقع داشته باشی چند روز دیگه طرف مقابلت هم بهت مهربونی کنه اون اسمش مهربونی نیست، اون سیاسته که تو میخوای داشته باشی برای اینکه طرف مقابلت آره یه آدم خوبی رو بیاری سمت خودت، یکی رو با خودت خوب کنی، چهار روز دیگه ازش سوء استفاده بکنی. مهربونی اینه که تو هر کاری کردی بدون هیچ توقعی تموشه بره و دیگه هیچ هر حرکت دیگه ایزد چهار روز بعد خنجر کرد تو شکمت هم بگه برد دو چه بگی من اون روز بهت مهربونی کردم این چیه تو شکمت نمیشه. بعضی وقتا باید پا رو خواسته خودت بذاری تا به بقیه کمک کنی. درسته من عملا گفتم از بودم باهاش خجالت میکشم، حالا اون تصمیم گرفته با یه سری دختر بدجنس باشه. بله. یادت باشه درون همه خوبی هست، حتی اگه تو فکر میکنی خوب نیستن ما انسانیم، همه خوبی و بدی داریم. بهترینای ما کسایی هستن که میتونن بدیشون رو وقتی خیلی سخت میشه کنترل کنن. من خانم آلبرت رو محکم بغل کردم و رفتم. صبح روز بعد وقتی وارد کلاس شدم از معلم عذر خواستم تا یه چیزی بیا سرتو ببوسم. چی دارم میگم واقعا من نمیفهمم. صبح روز بعد وقتی وارد کلاس شدم از معلم عذر خواستم تا یه چیزی بگم. فقط میخوام از ریک معذرت بخوام، اون پسر خوبی و من باعث افتخارم دوستش باشم. کل کلاس ساکت و از اعترافم غافلگیر شدن. جیک به گرمی لبخند زد و میتونستم آرامش رو تو چشماش ببینم. مامانت به پیام میداد و دربارت میپرسید. اون به وضوح نمیدونه ما حرف نمیزدیم. میخوای بعد مدرسه بریم خونهش؟ خوشحال میشم باهات بیام. لبخند زدم و سر تکون دادم. هرکی زودتر برسه. داستان کوچولو گوگل منگولی 10 دقیقه و الان شاید توقع داشته باشین که عادت ندارین دیگه داستانا تموم شه، ولی متاسفانه ببینم که تموم شد واقعا. و دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودین. ان‌شاءالله تا یکی دو ماه دیگه دوباره تا واقعی طولانی میشن، یه دو سه ماه دیگه ان‌شاءالله. فعلا کمیت به کیفیت ارجعیت نه برعکس داره و واقعی قبلی رو میتونین ببینین و تا قسمت بعدی خدا رو نگهدار شما.